از بخش ورزش یه نگاهی بکنیم. آرمین، عملکرد تیم بسکتبال سه نفره ایران رو، زنان رو اگر که بخوایم نگاه بکنیم، در این دور چطور می‌بینیم؟ اگر بخوایم واقعا توانایی زنان، آنچه که برایشون زحمت کشیده شده و امکاناتی که داشتن تا الان نگاه کنیم، میتونیم بگیم عملکرد خوبی داشتن، چون در تورنمنت‌های مختلف شرکت نکرده بودن و این تورنمنت‌ها و مسابقاتی میان برای اونها به نوعی تمرین هست برای اینکه بتونن خودشون رو نشون بدن. ما می‌دونیم که بسکتبال سه نفره زنان ایران قوی‌تر هست، حداقل اینکه در مسابقات مهم جهانی میتونه شرکت کنه نسبت به مردان ایران. اما در رابطه با این مسابقات بگم دو گروه سه تیمی هستن، یک تیم فقط به المپیک راه پیدا میکنه. ایران با دو شکستی که امروز داشته سوم شده، فردا برابر تیم هلند که دوم گروه مقابل شده به میدون میره. اگر اون مسابقه رو بتونه ببره، اون وقت یک بار دیگه با ایتالیا که الان اول شده در همین گروه مسابقه میده و اگر اون مسابقه هم ببره به فینال خواهد رسید. یه خورده پیچیده است شاید، اما به هر حال روش، یعنی امیدی هست همچنان که بخواد بره المپیک؟ امید هست، اما اینکه آیا این اتفاق میفته یا نه، باید ببینیم که میشه این دو تیم قدرتمند رو شکست بده. حداقل خود هلند رو اگر صدش بگذره کاری کرده کارستان. پس میگی که آیا ضعف داشتن در عملکردشون یا با قوت رفتن؟ باید ببینیم که این بچه‌ای که اومدن با چه شرایطی اومدن. الناز هفته قبل، 10 روز قبل در اتریش گراتس بودن که اون مسابقات هم به صورت زنده پوشش دادیم. ما فقط 4 بازیکن که پولشون رو فیبا، یعنی فدراسیون جهانی بسکتبال، داده به این مسابقات اعزام شدن و یک سرمربی خانم نیکا بکلیکلی هستش و 5 نفر اومدن، یعنی نه سرپرست، نه پزشک، نه حتی 2 بازیکن دیگری که میتونن اضافه بر سازمان بیارن رو نتونستن بیارن، چون فدراسیون بسکتبال ایران پول نداد که اونها بیان و اینها با همین افراد اومدن. این افراد حداقل امکانات رو در ایران دارن. جالبه بدونی که بسکتبال سه نفره در یک نیمه زمین برگزار میشه و یک کورتی رو لازم داره که اون کورت رو تازه چند وقت پیش تونستن یک کورت برای کل ایران تهیه کنن که تیم ملی بسکتبال زنان ایران در سالن دخانیات تونسته اونجا تمرین کنه و بیاد. قبلا میرفتن در یک نیمه از زمین بسکتبال 5 نفره تمرین کردن. چرا این ضعف رو برطرف نمیکنن؟ یعنی با این باور اینا رو میفرستن که خب ما که میدونیم اینا حذف میشن و به همین خاطر هیچ امکاناتی در اختیارشون نمیگذارن. یک رقیب خیلی سرسخت هم زنان ایران دارن، اینو فراموش نکنید. در مسابقات جام جهانی که 2 سال پیش در هلند بود از نزدیک من شاهد بودم که هوای مثلا 30 و خورده 40 درجه اینها مجبورن با حجاب برن. یعنی همه تیم‌ها اینو ندارن که بازیکنان زن ایران این رو هم اضافه بر سازمان دارن، باید با اون هم بجنگن، که همیشه یکی از مشکلات بوده توی مشکلات ورزشکاران زن ایران در همه مسابقات بوده. به هر حال امیدواریم فردا بتونه تیم بسکتبال زنان ایران هلند رو شکست بده و اون وقت ببینیم نتیجه چی میشه. مرسی آرمین. آرمین قبادی پاشا همکارم در استودیو همراه ما.